فصل چهاردهم. شخصی را که در ایمان ضعیف است در میان خود بپذیرید، ولی نه به منظور مباحثه درباره عقیده او. ایمان یک نفر به او اجازه می‌دهد هر غذایی را بخورد، اما کسی که ضعیف است فقط سبزیجات می‌خورد. کسی که هر غذایی را می‌خورد نباید کسی را که فقط سبزیجات می‌خورد خوار بشمارد. و همچنین شخصی پرهیزکار نباید کسی را که هر غذایی را می‌خورد محکوم سازد، زیرا خدا او را پذیرفته است. تو کیستی که درباره خادم شخص دیگری قضاوت می‌کنی؟ اینکه آیا آن خادم در خدمت خود موفق می‌شود یا نه فقط مربوط به ارباب اوست، ولی او موفق خواهد شد، زیرا ارباب آسمانی او قادر است که این کار را برای او انجام دهد. یک نفر یک روز را از روزهای دیگر مهمتر می‌داند، حالان که شخص دیگر همه را یکسان می‌شمارد. هر کس باید در عقیده خود کاملاً خاطر جمع باشد. آن که روز معینی را بزرگ می‌شمارد برای خاطر خداوند چنین می‌کند، و او که هر غذایی را می‌خورد باز برای خاطر خداوند می‌خورد، زیرا او برای خوراک خود خدا را شکر می‌کند. و از طرف دیگر شخص پرهیزکار به خاطر خداوند نمی خورد و او نیز از خدا سپاسگزاری می کند. هیچ یک از ما فقط برای خود زندگی نمی کند یا فقط برای خود نمی میرد. اگر زیست می کنیم برای خداوند زندگی می نماییم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم، زیرا به همین سبب مسیح مرد و دوباره زنده شد تا